اورکا، گابلین ها، هیولاها. این صحنه از یک بازی رایانه ایست پر از سایه مخوف موجودات اهریمنی. اما در زیر این سایه موجودات دیگری نیز وجود دارند، موجوداتی مخوفتر و اهریمنی تر و این بار از جهان واقعی. Edward Snowden's documents are also disclosing that U.S. and British spies have infiltrated online gaming, specifically World of Warcraft and Second Life. Brian Todd is here with this part of the story. سایت شبکه خبری CNN در 19 آذر 1392 طی گزارشی به این نکته اشاره کرد که بازی‌های کامپیوتری جولانگاه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلستان شدند. این اطلاعات را کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن افشا کرده است. حضور این جاسوسان در فضای بازی‌های رایانه‌ای آنقدر گسترده است که برای جلوگیری از اشتباهات و جاسوسی از یکدیگر حتی یک ستاد در نظر گرفته شده است. در این ستاد هماهنگی‌ها بین سرویس‌های مختلف اطلاعاتی انجام می‌شود. تا جاسوسان غربی به اشتباه یکدیگر را هدف تخلیه اطلاعاتی و شناسایی قرار ندهند. شرکت‌های بازی‌ساز و ارائه دهنده این بازی‌ها ادعا می‌کنند که با این سازمان‌ها همکاری ندارند. و اگر چنین رفتارهایی رخ می‌دهد، رأساً توسط خود آن سرویس‌ها و بدون اطلاع تولیدکنندگان بازی‌های کامپیوتری است. کارشناسان امنیتی نیز در مقالات خود این ایده ها را که توسط سنودن مطرح شده به باد استهزا می گیرند. اما آیا با توجه به گسترش روزافزون فناوری های جاسوسی در غرب، آیا این بازی ها اساساً نوعی ابزار نظارتی در خود ندارند که بازیکنان خود را زیر نظر بگیرند؟ The nation's leading technology giants, they are taking aim at the NSA. Firms like Google, Microsoft, Facebook, and Twitter, they're all joining forces to put a stop to the snooping. They're hoping to better protect your privacy and, of course, their brand. شرکت مایکروسافت در واکنش به موج خبرهایی که درباره جاسوسی در فضای بازی‌های کامپیوتری منتشر می‌شد، ادعا کرد که با سخت‌تر کردن کدگذاری‌های خود مانع از دخالت حکومت و سرویس‌های جاسوسی در فضای بازی‌ها خواهد شد. Apple, Facebook, Yahoo, Google. Exactly. So they all got together. They wrote this letter. They sent it to President Obama. They sent it to Congress. And what they essentially want the government to do is limit the way it snoops on us when we're online. کمی بعد شرکت‌های گوگل، فیسبوک، یاهو، اپل، توییتر و لینکدین نیز بیانیه‌ای منتشر کرده و از حکومت‌های دنیا خواستند تا از نظارت‌های افسارگسیخته خودداری کنند. اما این هیاهوها فقط پیش روی صحنه است. خارج از دید دنیای پر رمز و راز بازی‌های رایانه‌ای، وقایع دیگری در جریان است. تاریخ بازی کامپیوتری با تاریخ کامپیوتر برابری می کند. نخستین بازی شناخته شده که در معرض عموم به نمایش درآمد، یک بازی الکترونیکی به نام برتی باهوش بود که در سال 1329 عرضه شد. مخترع این بازی مهندسی بود به نام جوزف کیتس، از خانواده یهودی در اتریش که به انگلستان مهاجرت کرد و در آنجا به استخدام ارتش انگلستان درآمد. اما پیش از ورود به خدمت به کانادا فرستاده شد. در کانادا وی فیزیک و ریاضیات کاربردی خواند و در زمانی که بازی برتی باهوش را طراحی می‌کرد، دانشجوی دکترای فیزیک بود. وی از همان بعد به فارغ التحصیلی دوره کارشناسی در خدمت یک شرکت فنی متعلق به کانادا بود و برای نیروی دریایی کانادا ابزارهای فنی تولید می‌کرد. در واقع او در زمان تولید این بازی همواره در بخش دولتی و آن هم در بخش نظامی به فعالیت مشغول بود. پروژه بازی‌های کامپیوتری از همان ابتدا برای نهادهای نظامی جالب بودند.
چرا که در واقع با بخش بنیادین علم کامپیوتر سر کار داشت، چیزی که بعداً به آن هوش مصنوعی گفته شد. برتی باهوش یک بازی بسیار ساده بود، همان بازی که در ایران به نام دوز مشهور است. پس از اون جریان بازی رایانه‌ای ادامه پیدا کرد. از زمان برتی باهوش تا امروز بازی‌های رایانه‌ای پیشرفت بسیاری کردند. خصیصه اصلی بازی‌های رایانه‌ای امروز تعاملی بودن، دارا بودن خصیصه‌های استراتژیکی و ایجاد خطرپذیری بی‌خطر در داستان‌هاست. با ویژگی تعاملی بودن که محصول پیشرفت فناوری هوش مصنوعی است، بازیکن می‌تواند خود را نه در مقام بیننده که در مقام بازیگر در مرکز داستان ببیند و حتی به هیئت نویسنده درآمده و مسیر داستان را دگرگون کند. جذابیت این بازی‌ها باعث شده تا به عنوان ابزاری در دست امپراتوری غرب در برابر دشمنان به کار گرفته شود. 18 مهر 1392 سایت اتلانتیک در مقاله بازی جنگ چگونه ارتش از بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کند؟ از نقش مجتمع‌های نظامی برای بهره‌گیری از بازی‌های رایانه‌ای پرده برداشت. در این مقاله آمده است که چگونه بازی‌های کامپیوتری باعث توانمندسازی سربازان می‌شود. در پژوهش‌هایی که در این مورد انجام شده، این تصور تقویت می‌شود که طراحان بازی‌های رایانه‌ای در واقع بخش از پشتوانه فکری مهندسین ارتش هستند. آمریکا یک امپراتوری متکی به جنگ است که در طول حیات خود تا سال 1372 245 بار به کشورهای دیگر لشکرکشی کرده است. این ماشین جنگی عظیم از هر سلاحی برای حرکت خود استفاده می کند. مهمترین این سلاح‌ها سلاح‌های نرم و فرهنگی هستند. بازی‌های رایانه‌ای به علت سهولت دسترسی و جذابیت بالا پرطرفدار شدند. حتی ممکن است که جای سینما و صنعت هالیوود را نیز بگیرند. در سال 1394 که صنعت فیلم و سینما نزدیک به 10 میلیارد دلار درآمد داشت، سود شرکت‌های سازنده و ارائه دهنده بازی‌های رایانه‌ای بیش از 23.5 میلیارد دلار بود. بخش زیادی از کاربرد این بازی‌ها برای غرب کاربردهای فرهنگی است. جهان این بازی‌ها مملو از موجودات مخوف و خرافی مانند جادوگران، اشباح و ارواح خبیث است. موضوعات مذهبی مانند بهشت و دوزخ یا شیطان و فرشتگان نیز در این بازی‌ها دستمایه قرار می‌گیرند و در کنار عناصر خرافی به کار گرفته می شوند تا به عنوان خرافه در ذهن مخاطب ثبت شوند. تثبیت مفاهیم معنوی در ذهن مخاطب به شکل خرافه دقیقاً هدف و آرمان فرهنگ غرب است. فرهنگ غرب دیدگاهی خود برتر بینانه نسبت به دیگر فرهنگ ها برای خود قائل است و برای همین در پی ترویج ارزش های خود در میان فرهنگ های دیگر است. بازی های رایانه ای ابزار مناسبی برای القای این ارزش ها به شکل ناخودآگاه در ذهن مخاطب هستند. بخش از این ارزش ها ترویج برهنگی، رقص، موسیقی غربی و مسائل جنسی در دل بازی ها و برای مخاطب نوجوان و کودک است. اما برخی دیگر مشخصاً اهداف ضد اسلامی را دنبال می‌کنند. در ایران بسیاری با بازی Angry Bird آشنا هستند. Angry Bird بازی ساده‌ای است و برخلاف ویدیو گیم‌های آنلاین
از پیچیدگی های فضا و محیط بازی برخوردار نیست. استقبال انبوه مخاطبان از این بازی که در فضای گوشی های هوشمند ارائه شد، ارزش مجموع محصولات انگری برد را به رقمی بیش از 2,250,000,000 دلار رسانده. این بازی قصه پرنده های خشمگین است که قصد دارن عده خوک ها را از بین ببرن. اما برای این کار باید مخفیگاه های خوک ها را خراب کنن. طراحان این بازی در یکی از بخش‌های آن یک مسجد را به عنوان مخفیگاه خوک‌ها انتخاب کردند که پرندگان با ویران کردن آن مسجد موفق به نابود کردن خوک‌ها می‌شوند. اهالی گیم قطعاً با بازی مشهور کال آف دیوتی آشنا است. کال آف دیوتی قهرمانانش را از میان سربازان ارتش آمریکا انتخاب می‌کند. و جنبه سرگرمی سازی و جذاب کردن حضور ارتش آمریکا در کشورهای دیگر را به عهده دارد. در این راستا کال آف دیوتی حتی یک مؤسسه خیریه برای کمک به سربازان سابق ارتش آمریکا دارد که برای آنان در فضای پس از جنگ کار پیدا می کند. همچنین بودجه 125,000 دلاری برای کمک به سربازان معلول ارتش آمریکا در نظر گرفته است. در بخش از این بازی سربازان به جایی که به نظر می رسد متعلق به مسلمانان است حمله می کنند. در آن ساختمان و در حاشیه قاب عکسی که در قسمت فوقانی توالت فرنگی تعبیه شده، حدیثی از امام صادق دیده می شود با این مضمون که خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد. این ترکیب ضمن توهین به مقدسات اسلامی، حتی اگر مخاطب در ابتدا متوجه آن نشود، در حال اثرگذاری در ناخودآگاه وی است. اسرائیل و یهودیان صهیونیست از مهمترین طراحان و مغزهای پشت پرده بازی ها هستند. سازمان گیم آی اس که به تشکیل کنفرانس های بازی های رایانه‌ای و بررسی صنعت بازی های رایانه‌ای اختصاص دارد، در فلسطین اشغالی قرار دارد. در چند سال اخیر گیم آی اس موفق شده 3 کنفرانس حرفه‌ای در موضوع بازی‌های رایانه‌ای تشکیل دهد و در این کنفرانس‌ها با دعوت از شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناس دنیای بازی‌سازی به انتقال تجربیات بازی‌سازی به رژیم اشغالگر قدس کمک برساند. اما تقویت بازی‌سازی اسرائیل برای این صورت می‌گیرد که اسرائیل به علت حضور در منطقه بتواند به راحتی یکی از اصلی‌ترین قدرت‌های جنگ نرم، یعنی بازی رایانه‌ای را به دست گرفته و در آینده نزدیک برای عرب و ایرانیان نیز بازی‌هایی طراحی کند که در واقع مروج سیاست‌های اشغالگرانه اسرائیل هستند. بخش دیگری از این استراتژی اسرائیلی شامل حضور طراحان و مغزهای متفکر صهیونیست در شرکت‌های غیر اسرائیلی است تا با ارائه تصویری مظلومانه از اسرائیلی‌ها و یهودیان به آرمان بزرگ دولت یهود کمک برساند. یک نمونه، شرکت ژاپنی کونامی تحت نظارت کارگردان ژاپنی هیدئو کوجیما است. این شرکت یک بازی به نام متال گیر طراحی کرده است که در آن 3 شخصیت یهودی به عنوان یاران قهرمان اصلی حضور دارند. سنیک، قهرمان و شخصیت اصلی بازی، بدون کمک این 3 شخصیت یهودی نمیتواند حتی یک مأموریت خود را نیز به پایان برساند. جالب است که قهرمان این بازی سنیک مأمور سازمان CIA در طول جنگ سرد است و مخاطب با این جاسوس که برای دولت آمریکا دست به قتل میزند همراه میشود. هدف این مأمور براندازی دولت اتحاد جماهیر شوروی است. در سری‌های بعدی این بازی این مأمور سیاه به آمریکای لاتین و کوبا نیز می‌رود تا با حکومت‌ها و گروه‌های مخالف آمریکا وارد مبارزه شود. بحث شبیه‌سازی ژنتیکی و ساختن انسان مصنوعی نیز یکی از تم‌های مهم این بازی است. مفسرین این بازی را تحت تأثیر فلسفه قدرت فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی، ارزیابی کردند که میل به قدرت را مقدمه پیدایش انسان برتر می داند. ابر انسان.
در تفسیر این بازی، وقایع جنگ سرد، بحران غرب آسیا و نیز حملات 11 سپتامبر و خطری که آمریکا و غرب را تهدید می‌کند، با عنوان داستان‌های الهام بخش قصه اصلی متال گیر تعبیر شده است. کاربرد دیگر بازی رایانه‌ای در عرصه فرهنگی مسئله سبک زندگی است. روانشناسان این خطر را در مورد کودکان و نوجوانان به شدت گوشزد کردند. کالای فرهنگی از کالای مصرفی جسمانی اهمیتش کمتر نیست، بیشتره. فرض کنید که فرانجور پفک مثلا مضر نخورین، اینا هی میگن، اما فلان جور فیلم یا فلان جور کتاب یا فلان جور بازی رایانه‌ای یا امثال اینها کسی جرأت نمی‌کنه بگه که نبادا متهم بشن به اینکه جلو به می‌دونم آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات گرفتن. اونایی که اساس این حرفا هستن خودشون بیشتر از ما تو این مسائل سرگیری می‌کنن. سرانجام سازمان بهداشت جهانی در 11 بازنگری از دستورالعمل طبقه بندی بین المللی بیماری‌ها و مشکلات مرتبط با بهداشت، اختلال بازی‌های رایانه‌ای را نیز گنجاند. Gaming demand. We are talking here about digital or video gaming. When this pattern has some very specific characteristics. One of them is impaired control over gaming. The second one is that the gaming behavior takes precedence over other daily activities and interests of a person to the extent that it results in impaired functioning or distress. And what is important that this behavior continues in spite of these negative consequences. این تصمیم در جوان سال 2018 گرفته شد. پس از اینکه مدت‌ها دانشمندان در عرصه‌های مختلف درباره خطر آشکار اعتیاد در بازی‌های رایانه‌ای هشدار دادند. Video games can be addictive. That is not an exaggeration. Today the World Health Organization classified what's called gaming disorder as a mental health condition. This 7-year study by the World Health Organization reveals that some gamers get the same brain stimulation or high as those addicted to drugs and alcohol. امروز افرادی هستند که روزانه بین 10 تا 16 ساعت از روز خود را صرف بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند و به این ترتیب تعداد دوستان آنان در فضای واقعی بسیار کاهش یافته. این خطر نه تنها به کودکان و نوجوانان که حتی به سنین بالا هم تعمیم داده می‌شود. صبح که پامیشه از تختش کامپیوترش رو روشن بکنه، شاید یه کامپیوتر دروازه‌بان هم داشته باشه، بعد بره زیر چایی اون بر روشن بکنه، بیاد دوباره بیاد پای گیم بشینه، شروع کنه به بازی کردن تا یه جایی که ضعفش بگیره، یه هو ببینه که تایمش از نهارش هم حتی گذشته. عرضم به حضور چیزی که تو سن و سال ما جوان آمده، روابط عاطفی ما روابط عاطفی درست حسابی نداریم. وقتی روابط عاطفی سالمی نداریم، صد در نه چیزی سمتش نمیریم. همه اینا میتونه دلیلی برای این باشه که ما داریم فرار میکنیم. به سمت گیم میایم چون تنها چیزیه که میتونیم همه چیزو فراموش کنیم. وقتی میریم تو دنیای گیم، کلا دنیای خودمون رو یادمون میره، اعتیاد پیدا میکنیم. ناخودآگاه تاثیر این بازی‌ها بر روی تحصیلات، آینده شغلی، ازدواج، سلامت روانی و حتی سلامت جسمی این افراد آشکار است. با این حال، منافع مالی و فرهنگی این صنعت پولساز برای کانون‌های قدرت و سرمایه‌داری جهانی هیچ یک از نظریه‌های پزشکی که در طی سالیان اخیر بارها و بارها اعلام شده در روند کسب و کار شرکت‌های بازی‌سازی تأثیری نداشته است. اما تغییر سبک زندگی افراد فقط به این حیطه منحصر نمی‌شود.
به تدریج در کسانی که درگیر بازی‌های رایانه‌ای می‌شوند چیزی به اسم کالت و فرهنگ بازی شکل می‌گیرند. این افراد طرز خاصی لباس می‌پوشند، طرز خاصی خود را می‌آرایند، طرز خاصی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند و رفتارها و پوششان به همان جهتی می‌رود که اتاق‌های فکر کانون‌های استعماری در فضای بازی‌ها طراحی کردند. اما از این کاربردهای فرهنگی که بگذاریم، یکی از مهمترین کاربردهای بازی‌ها کاربردهای سیاسی و امنیتی است. فضای مسلط اکثریت قریب به اتفاق بازی‌های جهان در فضای گفتمان غرب ساخته می‌شود و بنیادهای آن بر اساس پذیرش سلطه آمریکا بر جهان استوار است. اکثر این بازی‌ها در مواجهه با پدیده اسلام صرفاً به اشاره‌های ناخودآگاه در گوشه و کنار فضاهای طراحی شده بازی‌ها اکتفا نمی‌کنند. اسلام در ذیل همان گفتمانی قرار می‌گیرد که غرب با همه ابعادش به آن پایبند است. یعنی ترویج اسلام به شکل یک ایدئولوژی خطرناک و تهدیدآمیز، یا به عبارت دیگر ترویج اسلام هراسی و اسلام ستیزی. ساموئل هانتینگتون فیلسوف غربی در تئوری تمدن‌ها اسلام را به عنوان تهدید بعدی جهان غرب پس از کمونیسم معرفی کرد. Are you saying to all Americans and all Western Europeans, wake up, your time is over. The influence of the West is only going to decline in the future. I think the influence of the West has been declining for some while now during the current century, and it will continue to decline because other nations are modernizing and developing and are acquiring economic wealth and power, and after that will come military power and political influence. بعد از وقایع 11 سپتامبر که تعبیر سخنان هانتینگتون و چراغ سبز آغاز جنگ تمدنی نوین علیه اسلام بود، فرانسیس فوکویاما از شاگردان هانتینگتون در طی یادداشتی در روزنامه گاردین جهان را به دو قطب مدرن و واپسگرا تقسیم کرد و نوشت: به جز ترکیه که در میان کشورهای اسلامی نمره قبولی گرفته است، دیگران در برابر مدرنیته مقاومت می‌کنند. فوکویاما ادامه داد: آمریکا برای شکستن این مقاومت میتواند از توان نظامی خود استفاده کند. چند ماه بعد ارتش آمریکا به افغانستان لشکرکشی کرد. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. دو سال بعد حمله به عراق آغاز شد. در اینجاست که پای رسانه‌ها و سرگرمی‌ها به میان می‌آید. Not a Hollywood movie, but designed to look like one. Horrific killing sprees in Iraq, deliberately recorded on video. برای اطلاع‌رسانی و ساختن فضای مناسب برای تبلیغ حقانیت دروغین غرب علیه اسلام را رسانه‌های خبری به عهده می‌گیرند. بخشی دیگر از این تصویر در سینمای هالیوود ساخته می‌شود. AKA Susan Danford. We have intelligence of a meeting between Danford and Dumbledore. اما هیچ یک از اینها در دوران جدید به اندازه بازی‌های رایانه‌ای چنان اثری درازمدت و ماندگار بر مخاطبان خود نداشته است. یک نمونه از این بازی‌ها بازی موفق و پرطرفدار IGI2 است. در این بازی اسلام نیروی شر است که به تروریست‌ها الهام می‌بخشد. هر سه نبرد یک کشور اسلامی است.
قهرمان اصلی مأمور ویژه نیروی هوایی انگلستان است که میکوشد یک قطعه الکترونیکی حساس را که توسط مافیای روسی به لیبی برده شده پس میگیرد. Hello, Yak. Believe it or not, it's good to see you again. Ready to get out of here? I'm not going anywhere. بر روی دیوارها کلمه مقدس الله و نام پیامبر مکرم اسلام نوشته شده است. در میدان جنگ نیز صدای قرآن همچون ندایی از نیروهای اهریمنی قصه به گوش میرسد. نمونه دیگر بازی کانتر استرایک است که به علت محبوبیتش در سراسر جهان متاسفانه در داخل ایران نیز طرفداران زیادی دارد. محبوبیت این بازی در سطح جهان آن اندازه بود که سازمان بازی‌های سایبری جهانی این بازی را در رأس بازی‌های خود قرار داد. در این بازی کاربر برای مبارزه با تروریست‌ها به یکی از کشورهای اسلامی می‌رود. تروریست‌ها همگی مسلمان هستند و با ریش و یا پیشانی بند سرخ طراحی شده‌اند. تمام ساختمان‌های نیز که محل فعالیت تروریست‌هاست دارای مناره و گلدسته و شبیه مساجد و اماکن مذهبی مسلمانان طراحی شده است. در جهنم خلیج فارس نمونه قدیمی‌تر اما صریح‌تر است که به طور اخص برای مبارزه با اسلام‌گرایی شیعی و انقلاب اسلامی ایران طراحی شده است. نام دیگری که این بازی بدان شهرت پیدا کرده بازی یا مهدی است. در این بازی نام حضرت ولی است و جل الله تعالی فرجه شریف به عنوان شعاری تروریستی طراحی شده و هر گونه غفلت از گویندگان این نام برابر با مرگ یا از دست دادن امتیاز است. به این ترتیب این بازی به طور اخص اسلام شیعی را در آستانه آغاز نبرد غرب علیه اسلام به عنوان هدف خود در نظر گرفته بود. اما مسئله فقط به این بازی ختم نمی شود. بازی ویدیویی آغاز نبرد که در سال 1384 به بازار آمد، کاربر باید در قالب یک گروه نظامی آمریکایی به لبنان می رفت و به شیعیان آن کشور حمله می کرد. NATO began military operations in Beirut yesterday, following the collapse of peace talks between Lebanese militia and leaders of the militant group Attash. زمان این حمله در داخل بازی دو سال آینده یعنی سال 1386 بود. عجیب اینجا بود که درست در همین سال حمله واقعی اسرائیل به لبنان و جنگ 33 روزه انجام شد. آن بازی به شکل مقدمه پیشگویانه بر وقایع دنیای سیاست درآمد. در سال 1388 و در فاصله یک ماه مانده به انتخابات جنجالی ایران که منجر به اغتشاشات شد، بازی سقوط احمدی نژاد توسط شرکت پتریلا انترتینمنت به بازار آمد. این بازی نیز مانند بازی آغاز نبرد یک بازی پیشگویانه بود. در این بازی پیشبینی شده بود که احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 پیروز شده و سپس خیابان‌ها علیه او پر شده و اغتشاشات آغاز می‌شود. این بازی به خوبی نشان می‌داد که در فاصله یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، اتاق‌های فکر در غرب کاملاً وقوع اغتشاشات را طراحی و برنامه‌ریزی کرده بودند. اما یکی از مشهورترین بازی‌هایی که به فضای داخل ایران پرداخت، بازی بتلفیلد 3 بود. بیشتر مراحل این بازی داخل خاک ایران رخ می‌دهد و دشمنان نیز در این بازی ایرانی بوده و به زبان فارسی صحبت می‌کنند. تیرانداز شلیک می‌کند به خواب زمین. در یکی از مراحل بازی حتی آشکارا پرچم سرنگ جمهوری اسلامی به عنوان پرچم دشمن به نمایش در می‌آید. شخصیت اصلی در این بازی باید به مناطق مختلف ایران از جمله فرودگاه مهرآباد، قله دماوند، دره آراز در شمال ایران، خلیج فارس و جزیره خارک حمله کنند. هدف این بازی شبیه‌سازی حمله به ایران و آماده سازی ذهن مخاطبین جهانی و به خصوص پیگیران بازی‌های رایانه‌ای برای واقعه جنگ آمریکا با ایران است.
نمونه دیگر بازی بلک لیست بود. برو عجله کن چه تو احمق. در این بازی نیز ایرانیان به عنوان دشمن به کاربر بازی معرفی می شوند و بازیکن باید با نفوذ به مقر سپاه قدس در ایران اطلاعاتی را به دست بیاورد تا از اقدامات ایرانیان جلوگیری کند. جالب است که طراحان این بازی برخی از جزئیات را در فضاسازی این بازی دخالت دادند. از جمله در و دیوار تهران شعارهای ضد آمریکایی یا در ستایش شهیدان را به نمایش می گذارد. نیرویی که در مقابل بازیکن قرار دارد و نام آن در سراسر بازی مدام شنیده می شود سپاه قدس است و مدام این نیرو به عنوان عامل جمهوری اسلامی برای حمایت از تروریست ها معرفی می شود. بازی دیگر اساساً اسمش حمله به ایران است. این بازی را شرکت کوماوار طراحی کرده و در آن سربازان آمریکایی موظف هستند به تأسیسات هسته‌ای نتنز یورش برده و دانشمندان ایرانی را بکشند. شرکت سازنده این بازی در طی یک بیانیه اعلام کرده است حمله نظامی گسترده و اشغال ایران میتواند با توجه به در تیررس بودن منابع نفتی غرب آسیا از سوی ایران به گسترده شدن دامنه جنگ در منطقه بیانجامد یک عملیات نظامی کوچک به منظور نابودی پایگاه هسته‌ای و فناوری اتمی ایران در جلوگیری از دستیابی این کشور به بمب اتمی میتواند موفق‌تر عمل کند. بازی دیگر آرما 3 با حمایت مالی انگلستان ساخته شده و محل رخداد آن فضای بین ترکیه و یونان است. تلاش‌های ما برای برقراری صلح و آرامش پیوسته در آلتیس تا به امروز ثمر بخش نبوده. زمان قصه در آینده و در سال 1414 است و ایرانیانی که به این نقطه نفوذ کردند به عنوان نیروی دشمن باید نابود شوند. در این بازی هواپیماهای بدون سرنشین سپاه در حال پرواز در منطقه به عنوان پرنده‌های دشمن دیده می شود و نیروهای سپاه قدس نیز به عنوان تروریست معرفی می شود. پرچم ایران روی لباس‌های ایرانیان وجود دارد و این لباس‌ها نیز از روی لباس‌های واقعی نظامیان ایرانی الگو برداری شده. انبوه این بازی‌ها که با حمایت‌های مالی غرب ساخته شده در جهت تأمین اهداف سیاسی و امنیتی غرب در نسبت با اسلام و مسلمانان قرار دارند. اما بازی‌های رایانه‌ای به جز این اهداف فرهنگی و سیاسی به عنوان جاسوس افسار نیز به کار می‌آیند. فرار ادوارد سنودن به روسیه ناگهان اسرار زیادی را درباره شدت جاسوسی آمریکا در جهان برملا کرد. بنا به اطلاعات سنودن که به تایید رسانه‌ای چون نیویورک تایمز و گاردین رسیده، آمریکا سالهاست که از طریق بازی‌های رایانه‌ای در حال نظارت و جاسوسی است. آژانس امنیت ملی آمریکا بنا به افشاگری‌های اسنودن به طور سازمانیافته در این فضای وسیع آنلاین در حال جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات خصوصی کاربران است. According to these reports in the Guardian and the New York Times, ProPublica, they got documents from Edward Snowden for their information. They say that the NSA and its British counterpart, which is called the GCHQ, have undertaken a massive campaign in the last 6 years or so, since about 2007, to tap into millions of people playing these online games. این سازمان‌های جاسوسی از طریق این بازی‌ها همچنین می‌توانستند استفاده از سلاح‌های مختلف را به بازیکنان خاص مورد نظر خود آموزش دهند. آموزش کاربری بسیاری از سلاح‌ها با اهداف تروریستی در درون فضای بازی‌های رایانه‌ای کاملاً ممکن و عملی است و تجربیات گذشته نشان داده به این شیوه سرویس‌های غربی می‌توانند به تربیت نیروهای خرابکار
و تروریست درون خاک کشورهای دیگر اقدام کنند. با فضای مجازی تا میتوان طراحی و اجرای بمب را به نیروهای مورد نظر آموزش داد. نیویورک تایمز در گزارش اشاره می‌کند که محل قرار و جلسات ملاقات فعالیت‌های تروریستی به جای فضاهای واقعی در داخل بازی‌های رایانه‌ای تشکیل می‌شود. The idea was that terrorists or criminals would use fake names in the game and sort of in-game lingo to plan attacks. There was actually one fictitious scenario presented at a conference in which players in the game were talking about casting a fire spell, but really they were talking about setting off a bomb outside the White House. Pokemon. اما یکی از مشهورترین بازی‌هایی که به جاسوس افزار بدل شده، بازی معروف به پوکمون گو است. این بازی را یک شرکت آمریکایی به نام نیانتیک در سال 1395 ساخت و به سرعت با استقبال وسیع مخاطبان در سراسر جهان روبرو شد. پوکمون گو ترکیبی از فضای مجازی و واقعی است و کاربر برای انجام بازی باید مدام در فضاهای واقعی حضور داشته باشد. کارشناسان این بازی را یکی از ابزارهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جاسوسی از مراکز مختلف و کسب اطلاعات معرفی می‌کنند. پوکمون‌ها در مناطق آشکار می‌شوند که کاربران رفت آمد دارند. جایی که رفت آمد کاربران کم است، به این ترتیب فوراً به عنوان مرکزی که احتمالاً محرمانه است، توسط بازی شناسایی می‌شود. و جایی که رفت آمد به شدت اندک است، آن بخش از نقشه جغرافیایی به عنوان یک منطقه نظامی و امنیتی با سطح طبقه بندی بسیار بالا شناسایی می شود. اما در نهایت و با همه منافع فرهنگی، سیاسی، امنیتی و جاسوسی که بازی های طراحی شده غرب برای آنان دارد، این منافع اقتصادی است که باعث می شود این بازی ها همچنان به حیات خود ادامه دهند. در سال 1393 در آمریکا بازی ها 22 میلیارد و 400 میلیون دلار سود داشتند که در دو سال بعد 1 میلیارد و 100 میلیون دلار به مبلغ این سود اضافه شد. در ایران سالانه 800 میلیون دلار از سرمایه ایرانیان خرج بازی های رایانه ای می شود. در سال 1395 38 میلیون و 234 هزار کاربر ایرانی، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، مشغول بازی‌های رایانه‌ای بودند. از مجموع پولی که در این بازار عظیم در حال گردش است، تنها 5% آن به بازی‌های ایرانی اختصاص دارد و باقی به جیب دلالان و به طور غیر مستقیم به کمپانی‌های بزرگ بازی‌سازی می‌رسد. علاوه بر تهاجم فرهنگی و مقاصد جاسوسی، این یعنی ایجاد شغل برای کشورهای استعمارگر و برعکس گسترش اعتیاد به بازی و بیکاری در داخل کشور.